کتاب سرگذشت بهرام چوبی از شنیدن این خبر به همان اندازه که هرمز ناراحت و خشمگین گردید یسون بخش خوشحال شد زیرا اکنون مطمئن بود که دیگر میتواند به آسانی بهرام را در نزد شاه مفتزه کند و حتی حکم قتلش را بگیرد و همین خاطر وقتی قیافه هرمز را از نظر گذراند و اون را خشمگین یافت با لحنی که بر خشم هرمز دامن میزد اظهار داشت شاه من اکنون به شما ثابت شد که او به دنبال منافع شخصی خیش است علاوه بر این با توجه به شناختی که من از او دارم به اعلی حضرت اطمینان می دهم که اگر بهرام فرصت پیدا می کرد به طور قطع اموال ساوشاه را به نفع خود تصرف می کرد تا در موقع مناسب از آن استفاده نماید و الا اگر او میخواست به ولی نعمت خود خدمت کند بهتر آن نبود که قنائم را بدون هیچ کاسی به خدمت اعلا حضرت می آورد و بعد تقاضا می نمود آنچه که مورد علاقه اوس به ایشان هدیه دهید و مسلما شاهنشاه از انجام تقاضای او خودداری نمی کرد. از این گذشته رفتار او نسبت به پرموده چنان ناشایست و زننده بوده که هر ایرانی به محض شنیدن آن شرمسار می شود. البته با گفتن این سخنان قصد ندارم از پیشگاه اعلا حضرت تقاضای مجازات او را کنم بلکه بسیار مایل هستم که لااقل به او گوش زد شود که پس از این در چنین مواردی رعایت جوان و مهمتر از آن آب روی کشور را بکند ارموز که بر اثر سخنان یزدان بخش بیش از پیش خشمگین شده بود با عصبانیت گفت جوان مردی آب چه میگویی مرد اصلا من دیگر به این مرد اعتماد ندارم و تعجب می کنم که چگونه به خود اجازه داده است در اولین ساعت ورود به پای تخت به نزد من نیاید و گزارش کارهایش را تقدیم ندارد همین که سخنان هرمز به اینجا رسید یک بار خروشید و گفت هرچه زودتر به او اطلاع دهید که فورا به نزد من بیاید یزان بخش کرنشی کرد از تالار بیرون رفت تا بهرام را احضار کند وقتی هرمز تنها شد بین دو احساس و دو نیرو گرفتار شد یکی از آنها به او می گفت نباید مزد سرداری را که چند بار جان خود را به مخاطره انداخته و سلطنت او را از نابودی حتمی نجات داده است و همینطور فرزند او را عمری دوباره بخشیده اینطور تعدیه نماید یکی دیگر به او تلقین می کرد که یک سردار خوب نباید موجب قضاوت بد جهانیان نسبت به کشور ایران شود و نیز نباید از قنائم به دست آمده به نفع خود چیزی بردارد. علاوه بر اینها نباید پیش از آنکه شاه را ببیند به دنبال کارهای شخصیش برود و نباید به دختر شاه و ولی نعمت خود محرمان عشق بورزد. این دو نیرو مدتها با یکدیگر به جدال مشغول بودند. سرانجام حسد به کمک نیروی دوم آمد و هرمز را واداش که نسبت به سپه سالار و سردار فداکار و پیروزمندش تصمیم غیر منصفانه ای بگیرد. بهرام که مدتها بود از مهان دخت بی خبر بود وقتی وارد شهر شد همانطوری که شاهد بودیم قنائم و امور مربوط به سپاهیان را به آین بد و فرماندهانش سپرد و خود بلافاصله از آنها جدا شد و از راهی دیگر به سوی قصر سلطنتی رفت. او به محض آنکه از دروازه تیسفون گذشت و وارد شهر شد چنان تحت تأثیر مهر و محبت محبوب اش قرار گرفت که قید همه چیز را زد و با خود گفت باید هرچه زودتر خود را به مهان دخت برسانم برای ملاقات با شاه بعدها هم وقت خواهم داشت بیش از چند ساعت از روز باقی نمانده بود آفتاب آرام آرام به سوی کوها می رفت تا در پشت آنها خود را از دیده ها پنهان کند بهرام در خیابان باریکی که به انتهای قصر منتهی میشد مشتاق و دیوانه وار راه میسپرد تا هر چه زودتر نزد مهان دخت برود وی وقتی به دیوارهای انتهای قصر رسید ابتدا اطراف خود را از نظر گذراند چون کسی را در آن حوالی ندید در همان حال به سمت در کوچکی که در دیوار تعبیه شده بود رفت دست در جیب کرد و کلید کوچکی را که بیشه به گل سر نبود از آن خارج نمود. لحظه ای بعد همین که به جلوی در کوچک رسید یک بار دیگر نگاهی به اطراف افگند و چون کسی را ندید با کلیدی که در دستش بود در را بازگرد و وارد قصر شد. بعد از اینکه با احتیاط در را بر پشت سرش بست در حالی که قشر نازکی از گرد و خاک بر روی لباسش نشسته بود و معلوم می داشت که به تازگی از سفری دوردست برگشته از راه امارت قصر را پیش گرفت چون به نزدیکی امارت رسید در پناه ستونهایی که در کنار یکدیگر قرار داشتند به طرف اتاق مهان دختر رفت سردار شجاع در حالی که در دست راستش بسه ای را محکم گرفته بود و در همان حال در ذهن خود طرز برخورد با مهان دخت را تمرین می کرد به آرامی پیش رفت تا به در اتاق مورد نظر رسید. بلافاصله فاصله زربه ای بران نواخت آنگاه بیان که منتظر جواب شود در را گشود و وارد اتاق شد. مهاندخت در فکر دور و درازی فرو رفته بود در آن موقع افکار او در اطراف ورود بهرام دور میزد زیرا او نیز مانند اکثر مردم تیسفون میدانست که سردار پیروزمنده هرمز به زودی به پای تخت باز میگردد اما نمیدانست که انقدر زود وارد میشود وقتی بهرام خود را در برابر مهان دید چنان خود را باخت که دیگر بیش از آن نتوانست در جایش بیستد. یک دفعه به سرعت جلو رفت و در مقابل او که با دیدن بهرام مبهوت مانده بود زانو به زمین زد و دستش را بوسه باران کرد آن دو چشم در چشم یکی دوخته بودند بیان که قادر باشند سخنی بگویند زیرا هر یک از آنها مدت ها بود که از یکدیگر دور مانده بود و به خصوص مهان دخت که از ورود غیر منتظره بهرام مبهود شده بود سر از پای نمی شناخت و میکوشید الفاظی بیابد و احساسات خود را بیان کند ولی نمی توانست. بهرام که در همان بد ورود به اتاق بسته اش را در گوشه این نهاده بود پس از آنکه مدتی گذشت رو به مهان دخت کرد و گفت بانوی من هدیه ای برایتان آورده که نمیدانم مورد پسند شما واقع خواهد شد یا نه البته این را نیز میدانم که در میان جواهرات شخصی شما اشیایی وجود دارد که از نظر زیبایی و قیمت نظیر ندارد اما با این اصاف من به خود نوید دادم هدیه مرا هرچند که کم ارزش باشد قطعا خواهید پذیرفت آیا اینطور نیست مهاندخ که در دل از صحبتهای بهرام لذت می تبسمی بر لب راند و فقط به تکان دادن سر اکتفا کرد بهرام وقتی چهره خندان محبوب اش را دید با خوشحالی اظهار داشت در میان قنائمی که از ساوشاه گرفتم یک جفت گوشواره وجود داشت که در زرافت و زیبایی بیمانند بود همینطور یک دستبند زنانه از طلای ناب مزین به سنگهای زیبا و قیمتی که گمان نمی کنم مانند آن در خزانه پادشاهان پیدا شود بهرام بعد از گفتن این سخنان از جای برخاست و بسته هدایا را از گوشه یه اتاق برداشت و به جای اولش برگشت و گفت این بسته همان چیزی است که درباره آن صحبت نمودم. مهاندخت همین که بسته را از بهرام گرفت با حرکت سری دستانش آن را گشود و با مشاهده گوشواره ها و نیز دستبند ندای حیرتی از سینه اش خارج شد. بهرام برای اینکه خوشحالی مهاندخت را تکمیل کند دستهایش را تا مهاضات سینه اش بالا آورد آن وقت به ساعد بندهایی که در دستانش خود نمایی می کرد اشاره نمود و گفت. چطور است؟ مهان در حالی که چشم به دستهای بهرام دوخته و خیره خیره ساعد بندها را مینه گریز جواب داد چقدر ظریف و خوش تراش هستند راستی که من ساعد بندهایی به این زیبایی ندیده ام بهرام قدمی به عقب برداشت و گفت این ساعد بندها را روزگاری سیاوش پسر کیکاووس به دستهایش میبسته است اکنون نمیدانم برازنده دستهای من نیز هست یا نه مهاندخت گفت هر که آن را در دستهای تو ببیند تصور می کند واقعا آن را برای تو ساخته اند. نزدیک به دو ساعت از ورود پنهانی بهرام به اتاق مهاندخت دخت می گذشت. اما هنوز از دیدار همانطور که می خواستن برخوردار نشده بودند که ناگهان تک زربه به در خورد و بلافاصله ندیمه ی مهان وارد شده و بیان که توجهی به بهرام کند به طرف دختر شاهر رفت. در گوش او چیزی گفت و بعد به سرعت از اتاق بیرون رفت همین که ندیمه از در خارج شود مهاندخت روی به بهرام کرد و گفت زود از این حوالی دور شد زیرا پدرم برای دیدار من به اینجا میآید بهرام وقتی فهمید هرمز به اتاق مهاندخت میآید به سرعت از جایش بلند شد و پس از اینکه بار دیگر بر دست مهاندخت بوسه زد شتاب زده از اتاق بیرون رفت سپس از راهی که آمده بود قصر سلطنتی را ترک گفت و خود را به خانه یلانسینه که در نزدیکی دروازه قرار داشت رسانید تا روز بعد بتواند به محلی که در خارج شهر قرار داشت و لشکریان میبایست در آنجا گردایند تا اینکه شاه از آنها بازدید به عمل آورد فصل سیام مزد فداکاری اردی بهش ماه آغاز شده بود و با خود زیبایی و تراوت را آورده بود به هر طرف که نگاه می در همه جا آثار زیبایی و لطافت طبیعت جلوه گری می کرد و به خصوص مردم ایران در چنین فصل فرح بخشی از اینکه لشگریان کشورشان شاهد پیروزی را در آغوش گرفته بودند بیش از هر موقع دیگری جشن می گرفتن و شادی می نمودند. اما هرمز با آغاز این فصل و کسب آن همه پیروزی های پی در پی باز هم آتشی در نهادش زبانه می کشید و او را وادار می کرد که نقشه های شومی بکشد. بیچاره هرمز خبر نداشت که این نقشه ها سرانجام روزی خاندانش را برباد می دهد. او یک لحظه از یاد رزگون قافل نمی شد. از طرفی متواری شدن ایسویان نیز موجب آزارش شده بود خودسری بهرام را نیز لحظه ای از یاد نمی برد و این چند ماجرا دست به دست هم داده و روحش را معذب می کرد. قبل از آن با وسفسه های شیطانی یزدان بخش به فکر آن افتاده بود که هرچه زودتر بهرام را به جای دوردستی بفرستد و در راه به وسیله عمال خود او را به قتل برساند. اکنون هم در این تصمیم خود استوار شده بود و روی همین اصل به جای آنکه روز بعد برای بازدید لشکریان برود و از نزدیک آنها را مورد تشویق قرار دهد به وسیله یکی از بزرگان دربار برای بهرام پیام فرستاد که هرچه زودتر با سپاهیان تحت سلاح خود به طرف بلخ حرکت کند زیرا به او اطلاع داده اند که بعضی از بستگان پرموده برای نجات او به آن منطقه هجوم بردهاند البته این دروغی بیش نبود و بهرام هم پس از آن همه زحمت به ملاقات شاه نرفته بود و نیز بیش از یک بار موفق به دیدار مهاندخت نشده بود چون برای انجام مأموریتش تأکید بسیار شده بود که به ناچار همان روز با لشکریانی که هنوز خستگی جنگ و سفر را اصلا به در نکرده بودند و حتی تشویق هم نشده بودند راه خراسان را پیش گرفت هرمز برای آنکه ضربت قطعی خود را به عشق بهرام وارد کند همان روز به دیدار مهان دخت رفت و برای اولین بار با قیافه عصبانی و نگاهی خشمگینانه با او مواجه شد از آنجا که همواره در این قبیل موارد تصادف هم کارهای غیر ای می کند به محض ورود ناگهان چشمش به گوشواره های زیبایی افتاد که مهاندخ زینت بخش گوشهایش کرده بود. با دیدن آنها در حالی که شراره های خشم از چشمانش جستن می کرد به سرعت به طرف دخترش پیش رفت آنگاه با لحن بسیار خشنی گفت بسیار خوب اکنون همه نزدیکان و اطرافیانم به من خیانت می کنند تو هم که یگان دخترم هستی همین راه را در پیش بگیر و با دروخهای خود موجبات ناراحتی و خشم مرا فراهم بیاور. اما گمان نکن که از جریان گوشواره هایت بی خبر استم یا اینکه راز دستبندی را که بر دستت بسته ای بر من مجهول است خوب میدانم که تو سال هاست به مردی مهر میورزی که در ظاهر امر به من خدمت می کند اما در باطن نقشه های جاه طلبانه ای در سر می پروراند. اکنون برای آنکه با او به مقابله بپردازم و نیز تو را که بر اثر نادانی در دامش افتاده این نجات دهم ناچارم شدت عمل بیشتری از خود نشان دهم لذا از این پس باید بدانی که دیگر تو به او تعلق نداری یعنی او شایستگی و لیاقت همسری تو را ندارد زیرا امروزه با قدرتی که من کسب کرده ام هم همه شاهان جهان در آرزوی آن هستند که تو را به آنها دهم آیا با وجود چنین خواستگارانی می توانم تو را به یک پسر مرزبان شوهر دهم در جواب می گویم خیر امکان ندارد دست به چنین کاری بزنم و آگاهان تو را بدبخت کنم لذا بهتر است این فکر را از سرت بیرون کنی در غیر این صورت ناگزیر هستم در اولین فرصت دستور دهم ده بهرام عزیز تو را از میان بردارن و آرزوی دیدارش را به دلت بگذارند مهاندخت که پدرش را خوب می شناخت و میدانست که در صورت لزوم به تهدیدات خیش عمل می کند در مقابل تهدیدات هرمز چاره ای جز سکوت ندید. چون به طور جسته و گریخته از سخنچینی و سعایت های بخش در مورد بهرام خبر داشت و میدانست که هرچه بگوید کمترین تأثیری در تصمیم پدرش ندارد. اما هرمز دست بردار نبود. او با سکوت مهان دخ جرأت بیشتری پیدا کرد و هر لحظه صدای خودش را بلندتر می کرد. مرتبا سخنان نامناسبی بر زبان می آورد به طوری که تاب و تحمل مهاندخت به پایان رسیده و ناگهان به گریه افتاد. ارموز با همه سنگدلی که در پیش گرفته بود از آنجایی که هنوز هم در دل نسبت به دخترش احساس محبت می کرد وقتی که مهاندخت به گریه افتاد نتوانست آن صحنه را ببیند. از این جهت شتابان از اتاق بیرون رفت و فوراً یزدان بخش را احضار کرد. به او دستور داد که هرچه زودتر ادعی از معموران و جاسوسان را به اطراف و اکناف پای تخت بفرستد و کسانی را که با مسیحیان مخالفت میورزند شناسایی و دستگیر سازند و همینطور ادعی از اموال مخصوص خود را وادارد تا در بین بزرگان و درباریان به تحقیق بپردازند و بدون فوت وقت قاتل و قاتلین رزگونه را بیابند فردای آن روز معمورین ویژه فوراً دست به کار شدند. پس از مدت کوتاهی نام ادعی از درباریان و بزرگان کشور را در لیست خود جای دادند. از جمله درباریان متنفذی که نامشان در لیست آمده بود برادرهای زن شاه یعنی دایی های خسرو به نام های بندوی و بیست هم بودند که دلایل نشان میداد آنها بیش از هر کس دیگری از رزگون نفرت داشته اند و حتی بزرگان کشور را وادار نموده اند که با بودن آن زن در دربار مخالفت کنند و در نتیجه خواهرشان نفوذ بیشتری پیدا کند. چند روز بعد ای از بزرگان را به دربار آوردند و آنها اعتراف نمودند که موبدان موبد و همچنین چند تن از سران و بزرگان لشکر از جمله بهرام از آنها خواسته اند که مسیحیان را تهدید کرده و از دربار دور کنند و در صورت لزوم آنها را به قتل برسانند. هرمز همین که خیالش از طرف دشمنان خارجی آسوده شد و اطمینان پیدا کرد که دیگر هیچ دشمنی نمیتواند به کشورش حمله کند یک دفعه تغییر اخلاق داد بنای بدرفتاری با اطرافیان و بزرگان کشور را گذاشت در چند روز نخست به بحانه های واهی بعضی از اسپهبدان و موبدان و بزرگان را به قتل رساند و بندوی دایی خسرو را نیز به زندان افکن تا در فرصت مناسب او را نیز به قتل برساند ولی به ویستهم دایی دیگر خسرو دست پیدا نکرد زیرا او به محض شنیدن دستگیری برادرش متواری شده بود هرمز وقتی فهمید ویسته هم گریخته مهاندخت را مجبور کرد که اتاق و خدمتکاران خود را ترک کند و در نزدیکی خوابگاههایی سکونت کند تا اینکه وی بتواند رفت و آمدهای او را تحت نظر بگیرد از میان درباریان و بزرگان کشور آنهایی که عاقلتر از دیگران بودند چون دفعه قبل هم صحنه هایی از کشتار هرمز را به چشم خود دیده بودند و میدانستند چه سرنوشتی در انتظار آنهاست بیدرنگ از دربار گریختن و خود را به شهرهای دور دست تا معمورین و عمال هرمز به آنها دسترسی پیدا نکنند. با فرار روز افسون این ده باز هم فرصت مناسبی به دست کسانی افتاد که مایل بودن ذهن شاه را نسبت به مخالفینی که داشتن مشوب سازند و زمینی قتل آنها و روی کار آمدن خود را فراهم نمایند. در این میان بیش از هر کسی بازار یزدان بخش رواج داشت زیرا شاه جزو با هیچ کس در کارها مشورت نمی کرد و او هم به خوبی می دانست که چگونه موقعیت افراد را متزلزل سازد و خود را بیش از پیش به هرمز نزدیک کند. بعد از مدت یک بار دیگر وحشت و حراس بر تیسفون و بلا فاصله بعد از آن بر شهرهای دیگر ایران سایه افکند و دشقیمان باز هم به تکاپو و فعالیت افتاد.